دوستت دارم. من خیلی بیشتر دوستت دارم. بابایی من دارم میرم این تو، خب گوش کن، میرم یه دقیقه برمیگردم. خب بابا اینجا یه کار کوچولو داره، برمیگرده قوی محکم. خب بازواتو ببینم، بازوی بابا رو دست بزن ببین چقدر قویه. برو که رفتیم قهرمان، این گوسفند دیگه اینجا نباشه. بله همین الان این برده. آقا بشین بریم، بشین سواشید. آقا سواشید بفهم. بریم آقا حرکت کن، حرکت. دکتر سلام، چی شد؟ سلام آقا لطیف، یه زحمتی بکش بیا اونجا دم سخنرانی، بعدش با هم دیگه صحبت کنیم. کجا دکتر؟ یک مشکل پیش آمد. نه یک مشکل پیش آمد. حرف زدی دکتر آخه بابا عجب بابا حرف زدی دکتر. کجا آقا؟ کجا؟ برو کنار بینیم آقا، آسفه دارم خیلی بگه برو کنار. کجا بفرما؟ بفرما زنی میزن سعده. الان میام. شما هم یه ذره آروم‌تر بریم بد نیست. من که دیگه دارم آروم میرم دیگه، 30 تا دیگه پایین‌تر نمیشه که. 40 تاست که میزنه. آه بابا چی میزنه دیگه، حالا خدایش لطیف هر ایرادی داشته باشه دست بزن نده. من آقا لطیفو نمیگم که، میگم بچه لگد میزنه. اکرم جون لگد میزنه؟ میزنه دیگه. بله بله دروغ میگی، تو داری به من دروغ میگی برای اینکه خیال من رو راحت کنی. به پیش دست چپ. چپ چرا؟ صدا به مشرفی سمت راست. رضا حالا شما به پیش چپ. کجا داریم میریم؟ کجا داریم میریم واقعا؟ شما میپرسید کجا میریم؟ ببخشید همین شوهرتون احمد آقا که باعث شده ما تا الان اینقدر فیلم بازی کنیم به تو راستشو نگیم، به من گفت یه جوری بندازدن بیمارستان رچیم. آها احمد آقا من گفتم سر رومون بیمارستان هم بریم، شما یه چکاپ سرپایی بشین که بد نیست. احمد آقا احمد آقا احمد آقا اکرم جان فشارت میره بالا. ببین الان دقیقا ساعتیه که دکتر اقسام میاد بیمارستان، بذار بریم خیال همه همه رو حتیم. اوق داری؟ نه اوق ندارم، من میخوام برم بشه لطیف. شما اگه میخوایم بریم بیمارستان بریم بیمارستان. نه بشه بریم بیمارستان. من نمیفهمم الان میریم پیش آقا لطیف؟ بنداز از اولی دست راست میافتیم تو خیابون. من اصلا متوجه نمیشم شما چرا با یه خانم باردار اینقدر کلکل میکنی، یه رو حرفش حرف میزنی. سپاسگزارم سپاسگزارم، من آمدم تا هر چه دارم برای همشهریانم، شهرم و کشورم در طبق اخلاص بذارم و برای شما خدمت کنم. من از اون دست نماینده هایی نخواهم بود که برای تفریح و عنوان پا به مجلس میذارن و در طول 4 سال حتی صدای سرفه‌شون رو هم کسی نمیشنوه. سرفه‌ام گرفت ببخش. نرگس چم وول میخوری؟ آخ کریم خیلی خوب داره حرف میزنه، اصلا فکر نمیکردم اینقدر تاثیرگذار حرف بزنه. تازه دیشب اصلا نخوابیده. داداش من مرد جنگیدنم. آقا با این صدا این کارو نکن، صدا عادی. من اهل جنگیدنم و جنگیدن با مشکلات لاینحل، ولی
در این راه نفسگیر و در این مبارزه خطرناک به کمک تک تک شما همشهریان و رأی دهندگان احتیاج مبرم و واجب دارم. عشق من من یه دقیقه برم بالا تو ماشین بیام. خب بایی منم میام. نمیشه که بابایی، بالا جای بزرگتر هست، جای بچه که نیست. ولی عمون خامی داره میگه بچه هم میتونم بیان. نه عمون خامی گفتش که اینجا جای جوون هست نه بچه ها. بابا ولی ممکنه باز دوباره بزننت. نه بابایی دیگه نمیتونم، دیگه تموم شد. تو زورت زیاده. آره قربونت برم. من دست بزن بازوی بابا رو. دیدی دیدی چه از زور داره بابا؟ کسی جرعت نمی کنه بابا تو بزنه. خب دوستت برم. آه من خیلی دوستت دارم. بازه بخواهد باشته با زود بر. خب باشد اگر امروز شما به من گوش میکنید بدونید که فردا وقتی که برام کرسی معهود نشستم این من هستم که به شما گوش میکنم، چرا که این وظیفه هر نماینده ایست و اون موقع شما باید حرف بزنید. پس حرف بزنید. حرف بزنید واقعا یک بار میخواد حرف بزنه. ولی به افتخار این همشهری بفرمایید. بفرمایید باز این اومد. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیون خانوما به افتخار دکتر شله 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 مشفی قهرمان کندید نسل جوان شله شله مشیر من آقا علی رضا رو ای بای ببین تنها دل کرده اینجا علی رضا مادرم قربونت برم چرا تنهایی تو ماشین در ماشین رو قرار کردی بابا کجاست اون توه ماشین رو برم اینجاست لطیف اجازه بدین با هم بریم حالا من به بقیه چیکار دارم من با لطیف صدای لطیف مشفی قهرمان کندید نسل جوان شله شله کندید نسل جوان مشفی قهرمان کندید نسل جوان آیون خانوما من مشاور آقای دکتر نیستم، یعنی دلم هم نمیخواد که مشاور بشم. دوست ندارم مشاور یه آدم دوست باشم. مزخرف میگه خودش دوسته. من خودم تو مدرسه گفتم. آقا ساکت باش خواهش میکنم بذار ببینیم چی میخواد بگه دیگه. چی نگو ده خاله. بذار ببینم مگه آقای دکتر نگفت مردم میتونن حرف بزنن. اینم مردمه. بگو حرفتو ببینم چی میخوای بگی. این آدمی که اینجا میبینید میکروفونو چرا قطع کردین؟ بزن حرفشو بزنه دیگه. چرا قطع کردین؟ واسه چی قطع میکنی؟ راست میگو قطع کرد. با گلو حرف میزنم. شده حنجرمو جر بدم حرفمو باید بزنم. آقای و خانوما این آدمی که اینجا میبینید مال مردم خوره.
بله مال مردم خوده. من آدم بدیم، آدم مزخرفیم، تازه از زندان آزاد شدم به خاطر دو تا دونه سکه که مهریه این زنمه، که حقشه، حق قانونی و شرعیشه. تن به هر کاری زدم نشد، هر جا رفتم بهم کار ندادن، گفتن سوء سابقه داری. چیکار باید میکردم؟ رفتم چکی بابایی رو گرفتم که نقدش کنم. اون چک مال شوهر خواهر این آدم بود. اجازه بدین آقا من حرف رو میزنم. زامن اون چک بله. بودم البته. ایشون زامن اون چک بودن. کسی که پشت یه چکی رو ضمانت میکنه و نمیتونه به تعهدش عمل کنه، پس فردا چجوری میخواد زامن شما بشه تو مجلس؟ یعنی چی اون بی کلاس ادب؟ چجوری میخواد از حق شما دفاع کنه؟ من سوالت رو میرسم. شیپوری؟ به کی میخوای زنگ بزنی؟ به پلیس. آقا من دروغ گفتم. خدایا منو ببخش، من دروغ گفتم. حاج آقا من به شما دروغ گفتم. به این زنم دروغ گفتم. من به همه دروغ گفتم. جواب منو کی میده؟ جواب رو من میدم. نفل معلوم از کجا؟ یه هفته دنبال تو. بیا اینجا میرم خجالت نمیکشی. بیا اینجا. سگه دل بیا بالا. خجالت نمیکشی. حرفو بزنم. حرفو چی داری بس بسرا؟ آره من یکی وای من. بیا بیا بالا بگم. رشکو سلام. رشکو. چه جوری خوردی؟ بیا خوب با آبرومون بازی کردی آقا لطیف. دست درد نکنه. شما سروان من یه صحبتی باشون دارم. شما دارم بفرما آقا بفرما حرکت کن بفرما گل کاشتی آقا لطیف. گل کاشتی بی خیال. جلسه سخنرانی یک کاندیدای آبرودار رو نزدیک انتخابات زدی به هم ریختی، اون وقت همین راحت برمیگردی میگی بی خیال. جناب آقای مشاور، این آقای دکتر و دومادشون زندگی من رو به خاک سیاه نشوندن. بچه ما داریم من متلک میندازیم. لطیف جان تو چرا از همه طلبکاری؟ چرا یکم اشکال تو خودت نمیبینی؟ جلی خانوادم آبرومو برد، بیابروش میکنم آجاقا. حتی شده به قیمت زندان رفتم. مردم حق دارن درباره آدمی که خلافکار و زندان رفته با احتیاط عمل کنن، ولی اینم دلیل نمیشه که تو به خودت اجازه بدی مهریه زنتو از هر راهی که شده جور کنی بهش بدی. آجاقا با اجازه بفرمید. بریم با اجازه. ازش دفاع کنی، کسی رو نداره. درست، نگران نباش. خواهر
مطمئنم لطیف تطمیع شده. یکی از همین رقیبای دکتر پول بهش داده بیاد اینجوری آبروریزی کنه. جگ نکن. احمد میگفت لطیف سکه‌های زنشو دیروز داده. خود دیروز که اینو گفت. امروز هم یه اتفاق افتاد، معلومه. ولی به نظر من این یه روی قضیه است. هیچ بعید نیست این آقای دکتر خودش این بازی رو راه انداخته باشه تا مردم فکر کنن رقیباش میخوان تخریبش کنن. اونم مظلوم نمایی کنه. البته من آقای مشرفی از بچگی بزرگ شدم. آدم با خداییه. شک نکن. میخوان خرابش میکنن. ولی ای کاش پلیس دخالت نمیکرد. شاید انتخابات تعلیق بشه. مگه انتخابات فدراسیونه؟ نه شما به من بگو. یعنی چی؟ نظم عمومی رو نکن آقا. نظم عمومی رو به هم زدن. اصلا این دکترا رو داره. من به فوق لیسانس اینم شک دارم. دکتر داره میاد، داره میاد. آی دکتره؟ آی دکتر اون سالن ما 3 ساعته اجارهش کردیم. مادر میخوام ببینن کی زورش بیشتره بعد بازش کنم. شما چای میخورین؟ نسکافه؟ کاپوچینو؟ هات چاکلیت؟ بچه لگد میزنه؟ بله. چشم. سلام. من مادر لطیف دکتر موسیف. شما چی میخواید؟ هرچی بخواید ما به شما میدیم. مگه رأی نمیخواید؟ ما همه خانواده به شما رأی میدیم. ببخشید من نه. من آخه یه انتخاب دیگه دارم. اجازه بده. اصلا بحث رأی گیری نیست مادر من، خواهر من. من برم داخل ببینم چی ماجرا. من فقط یه چیز به شما بگم. بله. اگه داداش من این تو بمونه من امشب زنده نه. خدا من هم زنده نه. دور از این مادر. دور از این دور. چه کاری با کشتار دست جمعی را انداختی؟ سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. حال شما خوبه آقای نجف؟ من 100 دفعه رفتم پیش آقا سعید. متاهیشون هر دفعه منو یه جوری پیچوندن. منم خدا شاهده اون موقع دست مردم چک داشتم. آخه چکی که برگشت میخونه باید ورداری بدی دست شرخر. شرخرم شد آدم پسر. دکتر بنده به مرحوم عبوی شما و اخویه مرحوم عبوی شما که میشه همون عموی مرحوم شما ارادت خاصی داشتن. بابت این قضیه هم که پیش اومده از طرف پسرم از شما عذرخواهی میکنم. به هر حال جوونی و خامی کرده. خواهش میکنم. نه من اتفاقا باید عذرخواهی کنم به دلیل اینکه من چکی که تعهد پرداختش نداشتم نباید پشتش امضا میکردم ضمانت میکردم. الانم میگم اون چک بر ذمه منه. من تعهد کردم باید پرداخت کنم. هر جور که شما دستور بدید من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. این چه حرفیه شما میگی؟ تو دین ما سفارش شده که به بدهکار فرصت بدیم و زیاد سخت نگیریم. من 3 روزی که از راه رسیدم تو نبوده منم بچه ها خودشون کارشون انجام میدن. حسابارم خودشون میرسن. هر حال امیدوارم که انشالله دور هم جمع بشیم و این مسئله رو یه جوری فیصلش بدیم. بله انشالله. جسارتا منم یه چیزی بگم خدمتتون. تو این چند ساله که من اینجا دارم خدمت میکنم تا حالا ندیدم کسی چک مال خودش نباشه با پای خودش بیاد و بخواد پول بده و مشکل کسی رو حل کنه. خیلی وقته که این مرحله تموم شده. دست شما درد نکنه آقای دکتر. خواهش میکنم جناب سروان. آقا لطیف با شما هم هستم. شما در آستانه انتخابات امروز رفتید مجلس سخنرانی دکتر رو به هم ریختید و این بزرگوار امروز خودش بلند شده اومده اینجا اون مجلس رو نیمه کاره ول کرده اومده رضایت بده که شما آزاد بشید. البته جناب سروان من از آقا لطیف هیچ شکایتی ندارم. حتی از ایشون هم هیچ شکایتی ندارم. ایشون که موضوعش فرق میکنه. حالا در خدمتش هستیم. در ضمن مردم سعید صامتی هم شکایت کردن که به زودی به اونم رسیدگی میشه. شما انقدر با سیبیلت ور نرو فرده. بده پایین سیبیلا رو. اون کلات هم بردار. اون بر سیبیل تمده پایین. به هر حال جناب نجفی من 2 راه به ذهنم میرسه برای پرداخت کردن پول. یکی این که اجازه بدید من یک کلبه خرابه‌ای دارم بفروشم که بتونم پول کامل خدمت شما پرداخت کنم. یه خورده زمان میبره فروش خونه و اینا. و راه دیگه این که اگر شما صلاح میدونید قسط بندی کنیم. هر کدوم شما بفرمایید من در خدمتتون هستم.
هر جور که در توانتونه به هر صورت. دست شما درد نکنه. وبلاگ‌ها همه خبر دعوا رو نوشتن. وای تو چه وضعیت بدی هم هست تفلک. این کی افتاده رو زمین؟ کی بوده حالا یادش افتاده تو این هاگیر واگیر عکس بگیره؟ الان دیگه این مجروح هم که افتاده رو زمین، به جای که زنگ بزنن اورژانس بیاد، با گوشی‌هاشون همین فیلم میگیرن، عکس میگیرن. داداش هنوز پایینه؟ آره پایینه. میبینی که تا میاد یه لقمه غذا بخوره، یکی میاد بعد بره توضیح بده. آقا من دروغ که ندارم به شما بگم، باور کنید من نمیدونستم، اصلا نمیدونستم سعید هم چی کارایی کرده. دکتر جون، سعید شوهر خواهرته، رئیس ستادته، چجوری میشه ندونی خبر نداشته باشی؟ آقا میگم به همین سوی چراغ، نه به همین، به این یکی سوی چراغ، من میگم روحم خبر نداشته. ما به اعتبار شما به این آدم پول دادیم که مثلا خرج این تبلیغات کنه. آقا درسته، من شرمنده. شرمندگی که نشد حرف دکتر جون. حرف شما درسته، پولتونم به عهده منه، اما شما هم کار درستی نکردید. مردم حواسشون هست، کی تالا با یه همچه حقه بازی رفته مجلس که من دومیش باشم؟ ها نباید همچه کاری رو میکردید. البته اینجور اتفاقای موقعی واسه خودش تبلیغه ها، نه کتککاری آبرزی تبلیغه. من دلم این میسوزه که یکی دیگه یه گندی زده، رسوایش باید دامن این داداش بدبختتو بگیره. وای سرم داره میترکه، اصلا نمیتونم وایسم. اه اینجا شما هم هستین؟ کو؟ اینا قبادم میان نیمروخ هم عکس میگیرن. پول سعید از شما گرفته، اما من قبول میکنم به شرطی که شما به من زمان بدید تا من بتونم این پول فراهم کنم تقدیم کنم. یه هفته خوبه دکتر؟ بله خوب، بفهم مجزتون برید به سلام قربان شما. داداش سعید باز کار کرده؟ نه بریم بالا، بریم. من میدونستم به اسم شما از چند نفری پول گرفته. خب چرا نگفتی؟ میخواستم بگم و بعد سعید گفت اگه شما بفهمید جلو تبلیغاتون میگیرین، وقت دوباره مثل دو دوره قبل انتخاب نمیشه. خب نگفتی اینجوری با آبرو من بازی میشه؟ من فکر میکردم دلسوزی داره میکنه براتون، نمیدونستم که با پول مردم میره ساختمون میسازه. من داره ساختمون میسازه الان؟ بله منم تازه فهمیدم، یه شریکم داره. میخواستم بگم و گفتم اگه بگم دوباره ناراحت میشه. نه که الان مثلا نگفتی خیلی خوشحال شدم. نامزده ایمان داستانی شده، با این وضعیت آخر عاقبتمون چی میشه؟ خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یه چیز دیگه که پنهون نداری خواهرم، اگه داری بگو الانو. دیگه همین آخه اطلاعات هم خیلی خوب، بریم برو تو. خدا رو صد هزار مرتبه شکر اکرم خانوم، مثل که این بچه خیلی خیلی سالمه. فکر کنم حسابی جا خوش کرده دیگه، نمیخواد بیاد تو این دنیا. من از رو تحسین گفتم اکرم جان، هر زنی جای شما بود بالاخره این همه خبر ناجور رو یه جا میشنید. بچه که هیچی، اصلا خودش سقط میشد. بابا وای ببخشید، من یعنی منظورم همین تحسینه، من فقط داشتم توضیح میدادم که یه وقت شما چقدر زن قوی، فهمیده، باهوش. چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی یکم خانم؟ احمد آقا این وصلی نداره که، شما لیوانا رو بیار. مطمئنی؟ بله. آرومتر آرومتر، اختیار داری داداش، الان یه لیوان آب آورده. آروم بشینی آخه. داداش الان برات آب پرتقال میگیرم، بخوری گلوت تازش. نوحوی جا داشتین؟ آخه نه بعد آب زده گیرم. لطیف جان امشب دیگه باید بری. یا کجا؟ پیش رویا دیگه مادر. مادر جان مثل اینکه شما متوجه نمیشی، ما جدا شدیم از هم دیگه، رویا حالش از من به هم میخوره. و رویا هنوز تو رو دوست داره. نه خیلی. بله من زنم زنارم میشناسم، مطمئنم هنوز دوست داره. امروز اگه دیدی تو اون سالن چجوری نگات میکرد، نمیدونی چه عشقی هم میریخت. آره گله راست میگن آقا لطیف، خیلی دوستت داره، اصلا هر کسی دیگه ای بود اینجوری رضایت نمیداد. ماشاءالله خیلی مرده. احمد آقا رویا مرده؟
من آقای دکتر رو دارم میگم. ما داریم راجع به رویا حرف میزنیم. خدایش دکتر آدم خوبیه. با این علم شنگه که تو رو انداختی ها، هر کس دیگه جای اون بودا حالا رضایت نمیده. حتماً باید بری از دلش در. آره اصلا من امروز انقدر ازش خوشم اومد، تصمیم گرفتم بهش رأی بدم. احمد آقا، من شما تحقیق کردیم. قرار شد بخوام دکتر فرزین رأی بدیم. بله، ولی خیلی دوراهی سختیه. نه، دوراهی سختی نیست. ما بخوام دکتر فرزین رأی بدیم. کیه؟ باز شب شد؟ من نباید شب شد. کی الان پشت داده؟ من چه میدونم، من بی تقصیرم. احمد به خودت بیا. چی؟ آقا لطیف که اینجاست. آقا منصور که زندانه. رویا خانم آقا علیرضا هم که سر خونه زندگیشون. خیلی خب پاشو ببین کیه. آقا لطیف، نکنی شما یه وقت جرم و جنایتی کردین، خلافی کردین که ما ازش بی خبریم. میدونی چون احمد ببین دیگه، من معذرت میخوام، چون این بچه تا این میزان جرم و جنایت رو تحمل کرده، بیشتر از اینش دیگه من نمیدونم. احمد آقا چشم، دستت نوچه. بله، سلام علیکم. آخه دم در که بده، چرا تشریف نمیاریم بالا؟ چشم الان خدمت میرسم. کیه؟ آقای شیپوری ناظممونه. دروغ دبنگ سرهم میکنی؟ چه دروغ دبنگی؟ آقا لطیف شما یه چیزی بگو، من الان برمیگردم. آقای شیپوری. من الان عمرشو میگیرم، این مشکوکم. زیادی یک نانوای خوبه و شما مطمئنم از همون آدم ها هستید. آقا وایسا تو صف لطفا. تو صفیم دیگه آقا. کجا تو صفید آقا؟ نه خیلی تو صف نیستی، نامنظم هستید. یکیه بیان این بر باشتن، یکیه چند تایی همون بر باشتن. راست میگه، برای اولین بار آقای شیپوریه. تو ناظم اینا رو از کجا میشناسی؟ خب اگرم رو میشناسم دیگه، با هم یه کلی رفیقیم، خیلی هم من علاقه داره، خیلی هم آدم بامزهیه. میخواییم ببینید شما برای رویتون خوب آقا میخندین ها. بله آقای شیپوری سلام. آقای شیپوری بیایی. سلام آقای ریایی، حالا تشریف نمیاریم بالا؟ خیلی ممنون. ببینم اون برادر خانومت که چیز کره زمین میترکونه، اون هستش؟ آقا لطیف. بله لطیف. چیکار کردم باز؟ هیچی، کار خاصی که نکرده. اگر اون دنبال اون یارو میگرده بگو من میشناسمش. همون خود اونی که چکو خورده؟ بله همون. آره بفرمی تو صف. شما اینا عادت دارن، شما بفرمی. بله من تو کلانتری وقتی اسم اون اومد دیدم اسمش چقدر آشناس. خب به خودم گفتم این همون یارو هست، دیدم آره خودشه، چون خواهر منده از ایشون یه دونه خونه خریده بود. بفرمایید سر صف. یعنی چه؟ شما بفرمایید اینا در جریان همه چی هستن. خواهر بنده یه خونه فروخته که به چند نفر دیگه اون خونه رو فروخته. فکرشو بکنی، بنده میخوام حقشو بذارم کف دستش. گوش میدید؟ بفرمایید تو صف. شورشو در آوردن. بگید لطیف بیاد که بریم، من آدرسشو بلدم نشون بدم. شما الان آقا لطیفو صداش میکنم. خیلی سلام برسونید. شما هم بفرمایید تو صف. بفرمایید. خودت هم بیا تو صف. بفرمایید، خواهش میکنم. فضولی نکنید. خانم شما هم صحبت نکن تو صف نونوایی. صحبت کردن قلقل میشه. چیکار داری خانم من داره حرف میزنه؟ خانم شما؟ بله. خیلی جالبه. هم خودش تو صف وایساده هم خانومش. بخاطر اینکه تهیه غذا دارم. احمد سویچ رو رد کن بیاد. شما خودت پسم دادی که. آقا اشتباه کردم، خصیص بازی در نیار، سویچ ماشینتو بده دیگه. حالا بریم پایین، شاید آقای شیپوری با ماشین اومده باشه، با هم میریم. احمد چرا کتاب بازی در میری؟ بده سویچو. چه کتاب بازی؟ میترسی تصادف کنه؟ چه تصادفی؟ اون ماشین دیگه اصلا جایی برای تصادف نداره. من نگران حال خودشونم. من به خاطر خودم که نمیرم، من به دکتر مدیونم، باید برم آمار سعیدو بهش بدم. آقا نمیخواد سویچ ماشینو بدی، دست خودم بود، میخواستم امتحانت کنم. به خودت بیا احمد. آقا لطیف فقط یادت باشه به من بدی، من یه یدکی برای خودمون روش درست کنم. قدم مظلوم نمایی نکن واسه من. به سلامت. چی؟ خوبی؟ شما جلوتو نگاه کن. خیلی شاکریم. یعنی چه؟ جلوتو نگاه کن. چشم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب
شیشه رو یه مقدار بدیم پایین. نه خیلی خوبه. خب یه مقدار بدیم بالا. عرض کردم نمیخواد، همین اندازه خوبه. همین جوری راحتی؟ بله، من همین جوری راحتم. و اصلا شاید مردم دلشون بخواد صدای این نماینده رو بشنون که به چه شکلی هست، اصلا دوست دارن، اصلا میتونن ارتباطی با این آدم برقرار بکنن یا نه. و از زمانی که بچه بودم همیشه توی فکرم به این کامی هم میگه آدم ها آره کامی همیشه میگه آفرین به زرگلم آفرین. چطوری عمل میکنن، چطور رفتار میکنن، چطور صحبت میکنن. نه بابا تو هم فاز برنامه های تلویزیون رو میگیری. خوب شد موتور سواری پخش نمیکنم، میگفتی موتور بشو با هم سوار شید. دای احمد همیشه عصب میشد با من بازی میکرد. جون به جونت کنن طرفدار فامیلای باباتی تو هم. بیا مادر بیا سر به سر دایی نظر دارم واسه تو آب پرتقال میگیرم، یه کمی انگار داری سرما میخوری. بیا هنوز این آب داره. داره باشم. بفرماییم بریم سراغم یکی. بازم داره. خیلی خوب میگه محکم گرفتم بریم. بازم داره. خب داره که داره بابا، وقتی میگرفت فقط سفیدیاش پیدا میشد. من همینجوری بلدم، زورم همینقدره. خب بگو بابا بیاد بگیره. علیرضا خستم نکن، میفهمی دارم به چی میگم؟ بابات بیاد بگیره. آره هر کاری من میکنم بازم بابا. چی شده؟ بگو بیاد اینجا آب پرتقال بگیره. بذار زنگ بزنم به باباش بیاد آب پرتقال بگیره. اینجا به من خوش نمیذاره. اگه بیاد میشه، اگه بی زور داره. داری بهونه میگیری دیگه. داری بهونه میگیری. دلم برات بابام تنگ شده. دلم براش میسوزه. اونم دلش واسه ما تنگ میشه. اونم دلش واسه من و تو میسوزه. آره اونم مشتری که بازاری گرفتی هر روز یواشکی میندازه دستش. من میخوام تو بابا مثل قدیما عیدا بشه هم باشه. چرا مزخرف میگی بچه؟ بر 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 بشین تلویزیون ببین. تو چطور؟ چرا گریه میکنی؟ چیه میبینی که دارم ما پرتقال میگیرم؟ گرفتی منو؟ پیاز که خورد نمی کنی، پرتقاله. اونم به این چی نمیرسه. واسه علیرضا داری گریه میکنی؟ واسه لطیف؟ بابا تابلوی دیگه یه چیزی تست. داداشی امروز یه ذره دلم براش یه ذره نکنه دلت میخواد که زنگ بزنه با یه شاخ گل بیاد جلو زانو بزنه بگه که غلط کردم. آره من دوستم، من دوستم. آره حتما باباتم خوب از این کارا بلده. اگه یه معذرت خواهی ساده بلد، اگه یه دفعه میگو برو حکمو پس بگیر نه دنبال کارهای طلاقت زندگی ما به اینجا نمیشه، بلد نیست این کارا رو. بیشین بچه چچه اومد، برو ببین که بابا اومد. بله بابا اومد. بله بابا اومد. بابا اومد. باشه الان میگم. چیه رویا؟ همسایی پایینیم ماشینو بعد جایز یه گریه داریم. سلام، ببخشید با دکتر کار داشتم. بیا پایین. بله؟ میگم نمیای پایین؟ نه خیر، بنده راحتم. بابا این شیشه رو چرا اینقدر وا میکنی؟ یا یکیش پایین صدامو کامل بشنوی یا یکیش بالا که اصلا به کل نشنوی. Ha 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 ha
شد با این شجاعت تو مجلس نرفتین دکتر. خیلی مخلص دیگه. چی شد آقا لطیف؟ چی ما؟ حقیقتش اینه که آقای شیپوری ما. سلام علیکم آقای شیپور. چی حال شما؟ آقای شیپوری هستم. بله بله، میگن آمار سعیدو دارم، گفتم که شاید به درتون بخوره. این بود که مادم مزاحمتون میشم. بله دمت گرم. بله همون دمت گرم دیگه. سپاسگزارم. بریم بفهم. بریم نرگس خانم، من نیم ساعت با آقا لطیف میرم یه جایی برمیگردم. خدا نگهدار. او شیشه رو خورده بده پایین‌تر. او شیشه رو میام خورده بده پایین‌تر. خب یا بده بالاتر. شما جلو رو نگاه کن. باشه دارم میرم دیگه. واسه دکتر شما مشکل. از جلو بریم. از جلو میشه سینا آقای دکتر. سلامت. چجوری وقتی من هستم؟ چیه؟ این حساب تیرانای دیگه. میدونم، دارم میبینم. خب آهن آوردی، طلا که نیوردی، خیلی زیاد شده. یا تخفیف میدی یا اگه تخفیف نمیدی بار بزن برگرد آقا جون. چیه بار بزن برگرد؟ مرد حسابی جوران تنیز چی آهن زور سور میگه بار بزنم؟ من پول زور به کسی نمیدم. بابا ببین کی اومده. آقای دکتر مشرفی و همراهان. اینجا چی کار میکنی؟ این سوال رو ما بعد از شما بپرسیم. چند روز مونده به انتخابات، ستاد رو ول میکنی؟ با مشاور جدیدت به مسائل عمرانی سرکشی میکنی؟ صبح با هم گردگیری میکنی، شبا با هم داداشی میشین ها؟ پا بده همین الانم گردگیری میکنم، میزنم شکمت پاره میکنم. آروم مشلتی. باشه سعید، این پولا چی از مردم گرفتی؟ خودم پول. پول؟ از صبح تالا 20 نفر اومدن در خونه کوچیک کوچیکشون، میگه 3 میلیون تومان به تو پول داده که برای من تبلیغ کنی. مگه نکردم؟ اگه من این کارو نمیکردم، فکر کنی کی حاضر میشد گلوشو جر بده برگره بگیره اگه من دکتر مشرفی دکتر دوستت داریم؟ اگه من پول خرج نمیکردم، با اون جزوات که تعداد رعیت به اندازه تعداد اعضای خانواده‌ات و پسرخالات میشد، به درک رای نمی آوردم، به جهنم که آخر میشدم. مرد حسابی، مردم به اعتبار من به تو پول دادن که بیای باش خشت و سیمان و تیرچه بلوک بخری ساختمون حروم درست کنی. صدا تو بیار پایین. کارگرای من رو من تعصب دارن، ناراحت میشدن. بعدشم من اونقدر مرد هستم که بگم به اندازه حقم برداشتم، نه بیشتر نه کمتر. حالا هم تا اون روی من بالا نیومده، برو آقا، برو بیرون آقا، برو بیرون. با آقای دکتر درست صحبت کن. شما وایسا، شما وایسا. ببین همینجا خفت میکنم آقا. دستتو بکش آقا. بریم دکتر، بریم، دیر وقته. ببین سعید، من شده فرش زیر پامو بفروشم پول مردمو میدم، اما تو رو ولت نمی کنم. برو آقا، برو آقا، برو برو دیگه. چیه؟ تو بسی بسیدی؟ طلبکاری چیه؟ بله من یه ناظم طلبکار هستم. خب خب که خب، شما کلاهبرداری کردی؟ خب باز میگه خب. خواهر من اومده از شما یه دونه خونه خریده، شما همون خونه رو به 3 نفر دیگه فروختی. فکر نکردی یه روز داداشش میاد اینجا و حساب شما رو میرسه؟ برو آقا، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. برو آقا. بیا بریم آقا شیپوری. بیا بریم. بیا بیا. قابل حرف زدن نیست. من میرم ولی یه روز با مأمور میام حالتو میگیرم. برو آقا. برو آقا. دکتر من خیلی برای تو کار انجام دادم، اما نه تو لیاقت داشتی نه اون خواهرت. حروم خوری خیلی وقته که عادتت شده. حروم خور شدی رفته.